سرخط خبرها در بهبوه چور مادن سفیر چین بقانی در امور داخلی افغانستان مداخله نمی کنیم. طالبان در بامیان پسر دعوای کوچی ها را بازداشت کرد. دبیر انجمن صادرکنندگان ایران با تسلط طالبان ریسک سرمایه گذاری در افغانستان افزایش یافته است. شلیک آخرین مرمی بر شقیقه فاتحان فاریاب و جوزجان مشروع خبرها. جوچینگ سفیر جدید چین برای افغانستان در دیدار با سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان گفته است که بیجینگ در امور داخلی افغانستان مداخله نمی کند. مفتی عبدالمبین قانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان در پلتفرم اکس از دیدار سفیر جدید چین در کابل با وزیر داخلی این گروه خبر داده است. در بهبوه چور معادن افغانستان آقای جوچینگ بازار این که کشورش به استقلال معتقدات و فرهنگ افغانستان احترام کامل دارد تاکید کرده است. پکن هیچ اراده مداخله در امور داخلی افغانستان را ندارد. با آنکه دو سال از سلطه طالبان بر افغانستان میگذرد و کشور در این مدت در بخش‌های مختلف هیچ گونه پیشرفت نداشته است، سفیر چین با ابراز امیدواری خطاب به این گروه گفته است افغانستان تا دو سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های چشمگیری داشته و مقام‌های طالبان باید همچنان در عرصه تعامل با جهان دستاوردهای خوب دیگر را نیز داشته باشند. با این حال وزیر داخلی طالبان نیز با امتنان از سیاست‌های چین در قسمت افغانستان گفته است سفیر پیشین در کابل ماموریتش را در افغانستان به نحو درست به پایان رساند و روابط چین و افغانستان را در شرایط دشوار دوستانه و نزدیک نگه داشته است. طالبان در بامیان پسر دعوای کوچی ها را بازداشت کرده است. منبع در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان میگویند که طالبان پسر طرف دعوای کوچی ها را بازداشت کرده است. این منبع از فرد بازداشت شده محمد علی نام برد و گفت که وای باشنده روستای سیب قولک منطقه در اسقل ولسوالی پنجاب است. با گفته منبع کوچی ها به زمین معرسی اجدادی محمد عظیم پدر محمد علی ادای مالکیت دارند و از دو سال به این طرف دعوا را انداخته است. منبع گفت که در پیوند به این دعوا فرماندهی امنیت طالبان در پنجاب محمد علی فرزند محمد عظیم را بازداشت کرده است. این منبع اضافه کرد که کوچی ها ادعا دارند که مقدار زمین را که اکنون در تصرف محمد عظیم است 50 سال قبل خریداری کردند. طالبان تا کنون در مورد چیز نمیگویند. دبیر انجمن صادرکنندگان ایران با تسلط طالبان ریسک سرمایه‌گذاری در افغانستان افزایش یافته است. بهمن سالی جاوید دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران میگوید که پس از تسلط طالبان ریسک سرمایه‌گذاری در افغانستان افزایش یافته است. او در گفتگویی که در خبرگزاری لنا منتشر کرده گفته است که به دلیل عدم بررسی‌شناسی طالبان از سوی جامعه بین‌المللی ریسک سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های ایرانی و غیر ایرانی در افغانستان افزایش یافته است. آقای سالی جاوید گفته که در حال حاضر شرکت‌های ایرانی کار خود در افغانستان را به حد اقل ممکن رساندند تا وضعیت بهبود یابد. اکس تی وی در صفحه رسمی تویتر گزارش می‌دهد باشندگان فاریاب چوب را در مقعد یک طالب فرو بردند. باشندگان فاریاب یک طالب متهم به تجاوز را مجازات صحرایی نمودند. در نوار تصویری که از صحنه مجازات این طالب در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، شمار از باشندگان فاریاب را نشان می‌دهد. فرد را که گفته می‌شود عضو گروه طالبان است و برای تجاوز به یک خانه، به یک خانه بی‌وزن رفته بود، مجازات می‌کنند. در نوار تصویری دیده می‌شد که باشندگان محل چوب را در مقعد فرد متهم فرو می‌برند. طالبان و رسانه‌های ملی تاکنون در این مورد چیزی نمی‌گویند. طالبان پاکستان جذب شهروندان افغانستان را منع کرده است. تحریک طالبان پاکستان به فرماندهان و والیان نامنهاد این گروه دستور داده است که از جذب شهروندان افغانستان خودداری کنند. رسانه خراسان دیری که رویدادهای مربوط به مناطق قبایلی پاکستان را پوشش می‌دهد، نسخه‌ای از مکتوب صادر شده از جانب مفتی مزاحم معاون و وزیر دفاع نامنهاد این گروه را در پلتفرم اکس منتشر کرده است. در این مکتوب که صادر شده، مفتی مزاحم به کمیسیون نظامی زون شمال و جنوب پاکستان دستور داده است که والیان نامنهاد این گروه را از این دستور مطلع کنند. او هشدار داده که اگر فرد از این دستور سرپیچی کند، مجازات خواهد شد. منابع مستقل حضور شهروندان افغانستان را در صفوف نظامی تحریک طالبان TTP تا کنون تایید نکرده است، اما پیش از این مقام‌های پاکستانی از دست داشتن شهروندان افغانستان در حملات تروریستی ابراز نگرانی کرده بودند. برنامه جانی غذا: اگر بودجه به دست نیاوریم، ما آینده افغانستان را کاملا ترک می‌کنیم.
سیندی مکین رئیس برنامه جهانی غذا WFP میگوید که برای ادامه برنامه‌های خود در افغانستان با کمبود شدید بودجه مواجه است و اگر مقدار پول به دست نیاورد ما آینده فعالیت‌های خود را در این کشور کاملا متوقف خواهد کرد. سیندی مکین روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی ABC گفت که برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد برای تداوم برنامه‌هایش در ماه اکتبر در افغانستان بودجه ندارد. او تاکید کرد بدون دریافت کمک مالی برای افغانستان باید در ماه اکتبر این کشور را به طور کامل ترک کنیم. به گفته خانم مکین برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد برای اولین بار در 60 سال گذشته با کسر بودجه مواجه شده است که به دلیل آن این برنامه در افغانستان، بنگلادش، جمهوری دموکراتیک کنگو، هایتی، اردن و فلسطین، سودان جنوبی، سومالیا و سوریه توزیع کمک‌های غذایی را به میزان قابل توجه کاهش داده است. او گفت که از یک سو به دلیل افزایش نیاز مردم به غذا، به دلیل شیوع کرونا ویروس، تغییرات اقلیمی و جنگ در سطح بین‌المللی، برنامه‌های اداره ملل متحد گسترش یافته و از سوی دیگر علاقه بین‌المللی به تامین بودجه مورد نیاز این اداره نیز کاهش یافته است. مکین گفت اساساً آنهایی که توان به دست آوردن غذا را ندارند از این حالت رنج میبرند. پیش از اظهارات رئیس برنامه جهانی غذا، دیگر مسئولان این برنامه نیز به کمبود بودجه اشاره کرده بودند، اما این بار نخست است که رئیس این برنامه نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی هشدار میدهد. شاویلی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان یک هفته پیش گفت که برنامه جهانی غذا قبل از پایان فصل زمستان به $1 میلیارد نیاز دارد تا میلیون‌ها خانواده را از زمستان سخت افغانستان نجات دهد. رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان به تاریخ 13 سپتامبر گفت که زمان آن فرا رسیده است که قبل از آغاز زمستان به خانواده‌های نیازمند افغان کمک صورت گیرد. او گفت فصل زمستان در افغانستان به سرعت در حال آمدن است. به دلیل کمبود منابع مالی این برنامه در حال حاضر نمیتواند کمک به آنها خانواده های نیازمند کند و در فصل زمستان آینده راه های منتهی به مناطق آنها به دلیل بارندگی بسته خواهد شد. با توجه به کاهش کمک های مالی جامعه جهانی با برنامه های جهانی غذا، این برنامه از آغاز سال جاری تا اکنون به طور مداوم تقریبا نیم از فعالیت های خود توزیع مواد غذایی، پول نقد و کمک های غذایی را در افغانستان کاهش داده است. کمبود بودجه این اداره را مجبور کرد که در ماه سپتامبر 2 میلیون نفر مواجه با گرسنگی را از کمک های مواد غذایی کم کند. این رقم تعداد مجموعی کسان را در سال جاری از حمایت برنامه جهانی غذا محروم می شوند به 10 میلیون نفر می رساند. 2 سالگی ممنوعیت آموزش دختران، این نقض غیر قابل توجیه حقوق بشر است. انتونیو گودریش منشی عمومی ملل متحد در 2 سالگی ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان آن را نقض جدی حقوق بشر خوانده است. روز دوشنبه 2 سالگی ممنوعیت حضور دختران در مکاتب متوسطه و لیسه در افغانستان توسط طالبان سپری می شود. همزمان با این روز سرمنشی عمومی ملل متحد در شبکه اجتماعی ایکس گفته است این ممنوعیت آموزش دختران نقض غیر قابل توجیه حقوق بشر است که صدمات طولانی مدت را به کل کشور وارد می کند. تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم.